صدا داشتم و این صدا هرز نره و تحت تعلیم یه استاد بزرگی قرار بگیره، چون اصلا من همیشه این بودم باید خودم باشم، نه ادا دارم نه تقلید کنم، اون چیزی که هستم و اون چیزی که برای من مهم بود مردم بودم، که باید مردم رو من جلب کنم. من که مخالف نمیدونم، گفت نیش عقرب نظره که این هست، اونم یه راه میره، اقتضای طبیعتش اینه، اونی که میزنه و اذیت میکنه اینا، اون یه راه برای خودش میره. من نمیگم بده، با اون راه خوبه برای خودش، ولی برای من بد بود. درست. من دوست داشتم محبت کنم، عشق کنم، دوستی کنم، رفاقت کنم، اینا رو من دوست داشتم. درست. به اینا رسیدم. ببینید، شما وقتی میخواید برای کوه، هدفت اینه که به قله برسی، بگنه سرازیری اومدن از کوه که مهم نیست. بله. سرازیر میای، خستم نمیشی، ولی اونی که داره میری به قله میرسه، اون هدف داره، هدف قله است. درست. من هدفم همون بود. من اسمم نمیخواستم گلپایگانی بمونه. من میخواستم یک گلپایی برای خودش تو این فامیل درست بشه، و من اینو به وجود آوردم. خوشبختم که تونستم دل مردم رو به دست بیارم. 40 ساله من به همه کار خواستن برای علیه من بکنن، ولی من سکوت کردم، عشق کردم با همه اونایی که بد بودن با من. من نمیدونم چه خصوصیت، چرا، چه سودی براشون داشت، ولی من با همه اونا خوبی کردم، هنوزم خوبی میکنم اگر اونا بدی کنن. بعد 40 سال تاریخ قضاوت خواهد کرد که من چه کردم، دیگران چه کردم. مهم اینه. مرسی از جوابتون. و از سن چند سالگی شما متوجه شدین که دوست دارین تو این زمینه ادامه بدین؟ من از سن 4 سالگی 5 سالگی میداشت، صدا داشتم، میخوندم. بل. مثل پسر آقای اوستا که الان میرخصه با اون قشنگی. بل. من هم صدا با خودم که حس میکردم صدا دارم، ولی شعر بلد نبودم، به ادبیات آشنا نبودم، بالاتر از همینا به عشق ما نمیفهمیدم، محبت نمیدونستم، ولی اینا رو یکی جایگزین کردم، تونستم حالا لااقل یه گلپا کوچولو باشه، گلپای بزرگ. بله. و خوشتیپی یکی دیگه از شاخصهای استاد گلپایگانی بوده. ما با عمر یزدان پاک از چاش آیا وقتی که شروع کردین فکر میکردین که انقدر محبوب بشین و مردم به شما علاقه مند بشن؟ من کاری با اون نداشتم. من یه هدفی داشتم که به اون هدف برسم، به اون هدف رسیدم. خوشبختانه مردم قدر اون هدف رو دونستن، دیدن من نه خودفروشم، نه پولکی هستم، نه چیز دیگه، من فقط به عشق. اون موقع که میخوندم به عشق میخوندم که دل مردم رو شاد کنم. بله. شعر قشنگ به مردم، ادبیاتم رو خدمت کنم. ولی بعد یواش یواش دیدم دیگه حالا بعد به جوان ها خدمت کنم، جایگزین کنیم اونا رو. بله. این هدف من بوده، من به اون رسیدم. من احتیاج ندارم دیگه کار دیگه بکنم. ببینید، من گلپا شدم، تاریخ قضاوت میکنه، نه بشینم من خودم بگم من نه، تاریخ قضاوت میکنه که چی کار کرد. خودم رو نفروختم، گفتن آقا نخون. من چون ایران دوست دارم، گفتم چشم. چون دوست دارم مردم ایران رو دوست دارم، گفتم چشم. یک نفر پیدا نمیشه بگه گلپا به ما یه بدی کرده. خودشون میدونن به من بدی کردن، ولی من خندیدم و دوستی کردم، جایگاه و برگشتن. ببینید، 40 سال اول، 50 سال اول چرا مردم گمراه شده بودن، گلپا نمیگفتن؟ چرا رفتن دنبال، اصلا میگفت موسیقی پاپ ما میخونیم، میگفتیم پاپ چی، نمیدونست که این از یه کلیسای شروع پاپ، اصلا موسیقی مال کلیسا بوده، نمیدونست. ولی من گفتم من موسیقی ملی رو میخونم، شعر حافظ سعدی و مولانا رو میخونم، من این موسیقی رو باب کردم. شاید یه ده میگن اصلا آواز رفته بود، نه، آواز نمیره، یه کسی پیدا میشه، پیداش میکنه، گره میزنه این
دوستی ها این صمیمیت رو. من یک دونه شعر بد خوندم، یکیشو بیاریم میگه بد خونده، یا واقعا یه شعر عربی خوندم، نه غلط نیستم، من ایرانی هم باید به وطنم خدمت کنم، خدمتم کردم، الانم راحت راحت نشستم. هر موقعی باید ما لخت اومدیم به دنیا با کفنم جیب نداره، با اینم میریم دیگه، اصلا چرا بدی بکنیم که این وسط یه فاصله ای رو ما رو زمین مهره بشیم که یه عده دیگه قلمدو شما باشن از نام ما استفاده کنن؟ نه، من هیچ وقت و این من به شما قول میدم یه در دوستان ما اشتباه کردن به خودشون ارتباط داره، هر کی راه خودشو میره، هر کی دوستی، چون من نه سیاسی هستم، من فقط عشق، محبت، دوستی، شعر اینا رو بلدم. من آقا بیا آقا شما وزیری فلان شما هیچ کاری نمیتونه، بیا وزیر مطالبات شد، قانون شد، فلان، آخه ما بلد تمره میریم خراب میکنیم. ما باید آواز و با مردم عشق و محبت، موسیقی ما یه موسیقی عرفانی، شعر ما یه شعر عرفانی. شما وقتی به یکی میرسی میگی دوستت دارم، ببین چقدر زیبا، تا بگید من دشمنتم. من هر جا رسیدم یه دو تا من با هم اختلاف داشتن، گفتم باشیم با همدیگر مارچ کنیم، ما کیف کنیم، دنیا به این چیزا اشتباه بزنه، یه فاصله خیلی کمه. گفت به نامرادی ما و مراد خیش من هست، که نه مراد تو مانه نه نامرادی ما. صبح شب میشه گریه کنی، شب میشه که بخندی، شب میشه. پس دیگه این دیگه دنیا به قولی یکی از دوستون گفت چند روزه عمر این همه افسانه داره. ما یه مدتی آنی رو این کار خاکی بدهکاریم، این کار خاکی باید زحمت بشیم، کیف کنیم، تجدد، پیشرفت. ببینی اگه قرار باشه شاگرد از معلمش جلو نیفته، در جا بزنه علم میخوابه. شما ببینید هواپیماهای 60 سال پیش چی بوده، موبایل بوده، نمیدونم مردم دارن به کره ما، این علمه، این تجدده. ما نمیتونیم برگردیم دوره به 100 سال پیش عقب، زمان هوخشتره، بگیم نمیدونم مرغ سحر ناله سر کن، مرغ سحر نبوده، مرغ حق بوده. یک آقایی هم اومده به نام نداود، اینو ساخته، خب اون مال اون زمان بود، خیلی هم خوب بود، ولی الان میگه پشیمانم، صبرم از آقا. اینه مسئله، ما باید دنبال این چیزهای جدید بریم. چرا اینا رو ما گذاشتیم کنار؟ آخه چرا بده؟ سوال خوبه. اتفاقا در مورد شعرهای پرمعنیتون صحبت کردین و میتونین توجه کنیم که تو شعراتون خیلی عشقتون و احساساتون نسبت به همسرتون بیان میکنین. سالیان سال من به همه میگم، ولی خب سالیان سالی که اتفاقا شما ببنید. با هم هستین، این گلی رازه که اینجای منه، این عشقه، این اگه عشق نباشه گل نیست، میشه اسم خار. درست توجه میکنین، شما به یه شاخه گل رو میگیری، این شاخه گل که اول میگه تیغ هم داره، ولی تیغاشو میکنی، اون گلش رو نگر میداری، لذت میبره از اون گل. حالا شما بیا اینو تبدیلش کن به یه دشمنی، همش اعصابت ناراحت از چرا من این کار کردم. خب بابا این اول یه فکر کن، نکن، عشق، محبت، دوستی کن. اون خودش هم که میخواد بدی کنه، وقتی شدید هی شما بهش محبت میکنی خجالت میکشه. ولی خب میخواستم که راز موفقیتتون رو تو این زوج بگین که آدم ها بتونن درس بگیرن که چجوری سالیان سال اینجوری در کنار هم زندگی کنن، چون این دوره همه تحملشون زود تموم میشه، سعی میکنن مثلا رابطهشون عوض کنن، با یکی دیگه آشنا بشن، ولی این که مثلا چندین سال شما در کنار هم هستین خیلی چیز مهمیه و اگه بتونین را مثلا بگین. ببین خللی در این وجود نبوده. ببینین خلل نبوده، یه جایی یکی از اینا یه عیبی داره. ماشین وقتی داره با اون سرعت میره، وقتی با میسته، شما باید ببینی عیب از کجاست. ماشین ماشینه، کادیلاک کادیلاک، لکسس لکسس، بنزن، ولی اینا همه خوبن، ولی یه جایی میشه که همون بنزم شما رو تو راه میذاره. ازدواج یعنی همین،
شما اگه تفاهم نداشته باشین، تحمل هم دیگر نداشته باشین، بالاخره یا شما درست میگی من اشتباه میکنم، یا من اشتباه میکنم شما درست میگی. خب اینه میشه با خوشی و کیف و زندگی و عشق و محبت اینه حلش کرد. آخو با دعوا و مرافع و خب این دیگه تو زندگی نیست، این مردگیه به نظر من. مرسی، خیلی متشکرم. یه خواننده ای که محبوب همه شما بوده 43 سال نظرن بکن، بعد اون فرد با عشق تو ایران باشه، با عشق تو ایران زندگی کنه، در خارج از کشور گلپار میخوام بگم، گلپار دارم میگم، هر جا میرفتیم و میریم گلپار رو دست بلند میکردن تو خارج رو میکنن، ولی آخرش میگه عشق من ایرانه، به اون وطن عشق داره، میاد پیش شما قطع شد. ولی اینا 43 سال نمیذارن بخونه، ولی مثل شیر وای میسته. یک عده چجور رشد میکنن نمیکنن، همینه باز تقصیر شما. فردین دق میکنه میمیره، دق میکنه میکشنه دیگه این آه.